بینندگان عزیز، با سلام به شما. این برنامه فوق‌العاده روز شنبه 27 می ماه 2017 به شما تقدیم میشه. دلیلش هم این هست که مهمان عزیزی دارم، آقای غلام ترشیزی، که در این منطقه ویرجینیا خیلی معروف هستند، هم به فعال بودن هم به درست کار بودن. ما مصاحبه‌ای داشتیم با یکی از دوستان که در برنامه‌های یا در این کنفرانس، ولی ما بالاخره نفهمیدیم کنفرانس، کنگره، مجلس سنا، مجلس مؤسسان، نفهمیدیم. و هر چی خواستیم از این دوستمون که قاضی هم هستن دو تا سوال کنیم و ببینیم ما که اونجا نبودیم ایشون به ما بگه اونجا چه خبر بوده. چشمتون روز بعد نبینه. دو ساعت، یه ساعت و 20 دقیقه صحبت کردیم و ایشون فقط ما رو برد تو سالهای 1320 تا 1350. امروز بر آن شدیم که از آقای غلام ترشیزی که قبلا هم مهمان برنامه بودن دعوت کنیم و ایشون هم پذیرفتن. ما هم تشکر میکنیم. و یکی از شرکت کنندگان در این جلسه، کنفرانس، سمینار، کنگره، آقای غلام ترشیزی بود. اگر آقای غلام ترشیزی رو نمیشناسید، من در حین صحبتهای ایشون صفحه فیسبوک ایشون رو نشون میدم، بعدن میتونید باشون تماس بگیرید، پرسشی اگر دارید، نظری اگر دارید. و خود ایشون هم حالا ازشون خواهش میکنم یه چند دقیقه اول مختصری درباره خودشون بگن تا بعد بیایم بریم این کنگره رو با هم ببینیم که اون یه روز دو روز هر چند روزی که این دوستان اونجا بودن چه گذشته و چه میخوان انجام بدن. نظر شما درباره این کنفرانس، این کنگره و کنگره‌های اینجوری، این شکلی چی هست؟ آقای ترشیزی، باز هم سلام، باز هم تشکر از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و روز تعطیل خودتون رو اختصاص دادید به دوستان بیننده و شنونده. این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. با سلام، من غلام ترشیزی هستم. از سال 1993 اومدم در واشنگتن و عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران هستم. چندین دوره عضو هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران بودم و در کار اصل رشته تحصیلی من های انرژی نوکلیر فیزیکس. بعد در حال حاضر در کمپانی اسپرینت به عنوان مهندس ارشد امواج رادیویی مشغول به کار هستم و هفته یه روزم کار داوطلبانه انجام میدم و مسائل فرهنگی سیاسی ایران رو دنبال میکنم. و این مختصری از بیوگرافی من بود، اگر سوالی هست بفهمه. بله، خیلی ممنون. دیدم گهگاهی شما درباره مجاهدین هم صحبت میکنید. اگر لطف کنید یه مقداری در رابطه با داداشاتون هم بگید و رابطه شما با مجاهدین چی هست؟ اصلا سازمان مجاهدینی الان دیگه وجود داره نداره؟ شما هیچ وقت عضوشون بودید، هوادارشون بودید، نبودید؟ بعد بیایم به واشنگتن و این کنگره. بله، به قول دکتر هولاکویی، من فرزند وسط خانواده هستم. خانواده ما 6 خواهر و برادر بودیم و یک دخترم من داشتم که پدر مادرش از دست داده بود و پدر مادر من اونو عذاب کردن. 7 بچه در خانواده زندگی می کردیم و سنامونم همه یکی در میون بود دیگه، هر سالی یک نفر رو داشتیم. من 2 برادر بزرگتر از خودم داشتم، 1 برادر کوچکتر. هر 3 اینا دانشجو بودن و سال آخر دیگه تحصیلاتشون هم در شرف اتمام بود که در انقلاب در رابطه با مجاهدین خلق دستگیر میشن. برادر اولم بلافاصله اعدام میشه. برادر دومم به ما میگن که در درگیری کشته شده، ما اطلاعی دقیق نداریم. و برادر سوم من رضا 7 سال زندان بود و بعد که قرار بود آزاد بشه در سال 67 به دستور همین آقای رئیسی، پور محمدی و 2 نفر دیگه اعدام شد. و این ولی من خودم هیچ وقت آدم مذهبی نبودم و عضو تشکیلات و سازمان سیاسی نبودم. وقتی که به امریکا اومدم
این با سازمان مجاهدین آشنا شدم و خیلی اهدافشون و کارهایی رو که میکنم پسندیدم، ولی باز دوباره هیچ موقع من عضو سازمان مجاهدین نشدم، ولی هوادار هستم. بله بسیار ممنون از شما. و دلیل اینکه من هر وقت با شما صحبت میکنم سعی میکنم که یادی از برادراتون بشه اینه که اینها فراموش نشن و اینها لکه ننگی هست بر حکومت دیکتاتوری که حتی باعث شد خود آقای منتظری هم قید ولایت فقیه شدن رو بزنه و در مقابل اینها وایسه. ولی حالا اینها با چه روی هنوز هم در سیستم هستند و حتی میان میخوان به اصطلاح رئیس جمهور مردم بشن، اون دیگه چیزی هست که من و شما نمیتونیم تصورش کنیم و میشه از خود اونها سوال کرد. آقای ترشیزی لطف کنید ما رو ببرید به این کنگره‌ای که 17 بود یا 18 در واشنگتن به اصطلاح انجام شد. به مایی که اونجا نبودیم بگید شما چگونه دعوت شدید. مطمئنن وقتی یکی دعوت میشه تحقیق میکنه که این کیه چیه، مخصوصا شما که توی واشنگتن و مریلند و ویرجینیا هستید میشه گفت که بیشتر از افرادی که دورتر هستن آشنایی دارید با این افراد، سابقه هاشون رو میدونید. ما رو آشنا کنید، فکر کنیم که ما هم این دعوتنامه برامون رسیده و حالا میخوایم با آقای غلام ترشیزی مشورت کنیم که بریم یا نریم و چرا شما به من میگید بریم و چرا رفتید. بفرمایید. بعد ببینید من اولین بار که وارد کانون شدم، اولین سخنرانی که کردم در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی بود و سخنرانی خودم رو با این جمله شروع کردم که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. و بعد تو اون سخنرانی متوجه شدم که اکثریت افرادی که در جلسه حاضر بودن نمی‌دونستن که قانون اساسی چی هست و در درون قانون اساسی جمهوری اسلامی چه چیزهایی نوشته شده. اکثر این آدم ها می آمدن می گفتن که قانون خوبه ولی اجرا نمیشه و می گفتن زمان شاه هم قانون خیلی خوبی داشتیم ولی اجرا نمیشه. که شما همین آدرس فیسبوک منو بدین، این سخنرانی رو من متن کتبیشو گذاشتم توی قسمت نوت که دوستان میتونن برن مطالعه بکنن، که تو اونجا من به عنوان نه یک کارشناس امور قانون اساسی، به عنوان یک مصرف کننده قانون اساسی اینو اومدم نگاه کردم و دیدم که چقدر ایرادات داره و اینو هایلایت کردم و تو اون سخنرانی بیان کردم. و در قانون اساسی رو جمهوری اسلامی رو که ما کارش نمیتونستی بکنیم، من تو کانون وقتی که عضو شدم دیدم وای اساسنامه کانونم دچار مشکلات زیادی هست و روی اساسنامه کانون کار کردم. بیشتر کار من در مورد قانون و قانونمداری در جامعه ایرانیه و بیشتر فعالیتایی هم که در رابطه با مجاهده کردم در رابطه با همین قانون بود که وقتی که اسم مجاهدین رو توی لیست تروریستی وزارت امور خارجه آورده بودن، بلافاصله اعضای مجاهدین و هوادارانشون اعتراض کردن و به دادگاه شکایت کردن و این پروسه چندین سال طول کشید تا بالاخره در دادگاه خانم هیلری کلینتون وزارت امور خارجه محکوم شدن و مجبور شدن اسم مجاهدین رو از لیست سازمان‌های تروریستی در بیارن. و توی کانون شما اینو بهتر میدونین که هر کسی که حرفی برای گفتن توی جامعه ایرانی داشته گذرش به کانون دوستداران فرهنگ ایران افتاده و من با تمام این افرادی که تو کانون اومدن در تماس بودم و هستم و خواهم بود. و یکی از این افرادی که به کانون اومد که با کانتروورسی خیلی زیادی مواجه شد امیرعباس فخرآور بود که حتی من یه برنامه هم اومدم و در همین مردم تیوی در مورد اون برنامه صحبت کردیم که چطور اومدن و میخواستن جلوی سخنرانی امیرعباس فخرآور رو بگیرن و بعد همینطور هم که شما در جریان هستی آقای شبستری زنگ زد و اونجا هم یه بحثی پیش اومد، بعد آقای برقعی اسمشون مطرح شد که قرار شد بیان صحبت بکنن و اینا. و از اونجا بود که آشنایی من با آقای فخرآور شروع شد، یعنی چندین جلسه که اومدن توی کانون. بعد ایشون گفتن که ما میخوایم یه طرح پیشنهادی بیاریم برای قانون اساسی ایران آزاد فردا. اینو من به فال نیک گرفتم
و توی فیسبوک مرتب نگاه میکنم که کسانی که فعالان دانشجویی که از ایران اومدن، مثل آقای باطبی، سنجری، صحتی، علی افشاری، اینا از جمهوری اسلامی عبور نکردن. یعنی هنوز آقای افشاری مخصوصا، توی تلگرام من با ایشون در ارتباط هستم، روزی مثلا 10 ساعت 15 ساعت داره اخبار ایران دنبال میکنه، برای همه میفرسته که مثلا حالا رئیسی چی گفت، نمیدونم چیز چی گفت و اینا. برای من که 3 برادرمو از دست دادم و رئیسی قاتل این افراد بوده و آقای پور محمدی که وزیر دادگستری آقای روحانی قاتل این افراد بوده، جمهوری اسلامی اصلاح طلب و نمیدونم تندرو و اینا نداره. یعنی همشون یک قباشن که حتی در مناظره های تلویزیونی دیگه اینا علنن اون حرفایی رو که دیگران میخواستن بگن خودشون میگن، که مثلا آقای روحانی میگه شما پیاده روها رو میخواستی مردونه زنونه کنی، اون یکی میگه تو قاتلی. یعنی یکی میگفت اینا مخصوصا 6 نفر انتخاب کردن مثل من، تو، او، ما، شما، ایشان. یعنی از این روش دارن استفاده میکنن که من خوبم، اون میگه تو بدی، تو قاتلی، ما خوبیم، شما بدی، همه قاتلن. این توشیزی اجازه بدید، هیچ کدومشون نگفتن ما خوبیم. جالب اینجا بود، همشون میخواستن ثابت کنن که من کمتر از تو بدم، من کمتر از تو دزدیدم، من کمتر از تو به اصطلاح تندرو هستم. و نکته جالب این انتخابات این بود. درباره آقای علی افشاری، منظور شما این که اینها از انقلاب و جمهوری اسلامی عبور نکردن، اینی که یعنی اینا جزو کسانی هستن که میگن قانون اساسی جمهوری اسلامی خوبه ولی درست اجرا نمیشه؟ اینو یه مقدار توضیح بدید لطفا. اینو من دقیقا نمیدونم، ولی من میگم من مثل شما خب کار مهندسی میکنم و همیشه مهندس ها چی کار میکنم؟ مهندسی معکوس میکنم. ما که در ذهن افراد نیستیم که ببینیم که اینا چی فکر میکنن و چه انگیزه ای دارن و اینا، ما عمل کرده اجتماعیشون رو در نظر میگیریم. آقای علی افشاری من نگاه میکنم که میبینم 99% وقتش معطوف به این انتخابات، مثلا انتخابات شوراهای شهر، مثلا یک شهر دور افتاده رو مثلا این داره رصد میکنه که حالا این شد یا اون شد اینا. یعنی این هنوز داره تو این جمهوری اسلامی گذر میکنه و این میمونه که مثلا در من ندیدم که از جمهوری اسلامی فراتر بره بگه برای حالا آینده ایران میخوایم چی کار کنیم. ببینید آدم ها به قول شکسپیر، دنیا یک استیج و هر کسی یه بازیگریه در اون، و متاسفانه اینطوری هست که همه بازیگران یه نقش بازی نمیکنن، از یک در میان تو، از یک در دیگه هم میرن بیرون و نقشاشون هم عوض میشه. ولی چیزی رو که من نگاه کردم اینه که 4 گروه انسانی رو شما میتونید تشخیص بدین همیشه. یه عده‌ای هستن آینده نگرن، یه عده‌ای هستن گذشته نگرن، یه عده‌ای هستن خود نگرن، یه عده‌ای هستن پوچ نگرن. در جمعیت ایرانی خارج کشور یه عده میگن اصلا ربطی نداره که به ما که جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه، کما اینکه این انتخابات هم نشون داد که از جمعیتی که ایرانی در آمریکا هستن یه اقلیت خیلی محدودی رفتن رأی دادن، یه اقلیتی هم گفتن که رأی ندین، یه اقلیتی هم گفتن به ما چه، ما آمریکایی هستیم، داریم زندگیمون رو میکنیم، خونهمون رو داریم، زندگیمون رو داریم، ماشینمون رو داریم، کارمون رو داریم، بعد بیلامون رو پرداخت بکنیم اینا. این عده که اهمیتی نمیدن به اوضاع ایران، اینا پوچ نگرن، میگن اون دیگه برای ما تموم شده، مسئله این نیست. خودنگر اونه که میاد پاسپورت پناهندگی میگیره ولی میگه که من باید ایرانم برم، یه خودی اونجا نشون بدم، میاد تو صف وای میسه، میره به این رژیم رای میده. بعدم که میگیم که چرا رفتی رای دادی، همچین بر ما میشوره که شما میخوای رئیس جمهور بشه، که چیزه من رفتم که روحانی رئیس جمهور بشه. اون هم فکر میکنه که چیزه، ولی شاید هم فکر میکنه که خب این پاسپورتش بعد مهر بخوره، فردی که میره ایران با سلام و سلام. یه خانمی حتی تو سفارت مثلا روسریش رو برداشته بود و میگفتش که چقدر آزاد شد و چقدر شد. اونم یه چیزی هست، انگیزه ای داره. البته فردای انتخابات هیچ کس رو بدون روسری راه نمیدادن. بله. یه عده‌ای هم هستن که گذشته نگرن، که
وای دوران پهلوی چه دوران خوبی بود، چه چیزی بود، از جوبهای نمیدونم خیابونای ایران شیرکاکاو میامد و بچه ها همه شیرکاکاو میخوردن و نمیدونم تغذیه رایگان داشتن و فلان داشتن و فلان داشتن و اینا. بعد که میگیم یک کمی حالا بیا بیرون هیچ چیزی نداره. حالا یک گروه اندکی هستن که میگن حالا ما گذشته و اینا رو میدونیم، آینده چی، باید چی کار بکنیم. این جمهوری اسلامی برای من هیچ شک و شبهه نیست که در عصر تکنولوژی این عمرش به پایان رسیده. یعنی اگر یک موقعی بود که یک رژیم های دیکتاتوری خودسر میتونستن برای مدتی در یک کشوری حکومت بکنن و کشورهای غربی میگفتن که خب اونجا هست به ما ربطی نداره، ما منافع خودمون رو در نظر میگیریم، الان منافع غرب و شرق و خاورمیانه در هم ادغام شده. یعنی دنیا واقعا به یه دهکده جهانی تبدیل شده. الان این مصاحبه که من با شما دارم انجام میدم، نشستم در خونه خودم کوچلوار کروات قشنگ دارم با شما مصاحبه میکنم، شما هم در خون منزل شخصی نشستید. قبلا اگر ما می‌خواستیم این مصاحبه رو برگزار بکنیم، باید می‌رفتیم از دولت‌ها اجازه می‌گرفتیم، یه نمی‌دونم ایستگاه تلویزیونی باید داشته باشیم، باید ماهواره داشته باشیم، باید چیز داشته باشیم. چون الان با امکانات تکنولوژی این برنامه در سراسر دنیا قابل دیدنه، کما اینکه آقای از استرالیا مثلا میاد تو برنامه شما شرکت می‌کنه و صحبت می‌کنه که شما اولش گوش زد کردید. و مضاف بر این حالا اسکایپ و اینا چندین سال اومده، این برنامه حتی میتونه در حرکت باشه، یعنی موبیلیتی هم بهش اضافه شده و این هست که دیگه خیلی جریان خطرناک میکنه. آخرین سخنرانی که من در کانون کردم، باز نوتش و فیلمش تو این صفحه من هست، به عنوان داده ها و باورها بود که در اون برنامه قشنگ توضیح دادم که چرا اعتقاد دارم که عمر جمهوری اسلامی به سر آمده و ما باید برای عبور از جمهوری اسلامی، آینده جمهوری اسلامی تلاش بکنیم. حالا برگردم به جواب سوال شما، این کنفرانس در همون راستا بود به نظر من که ما نباید بیکار بشینیم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، یک آشوبی بشه و فلان و اینا، بعد بخوایم یه دولت موقت تشکیل بدیم، بعد بخوایم با زور مردم رو چیز نگه داریم، بعد همه گروه ها بیان تو سر کله همدیگه بزنن، بعد بیان بگیم حالا بریم یه مجلس مؤسسان درست کنیم، بعد بیان بشیم قانون اساسی بنویسیم. چند نفر میشینن فکراشون رو همدیگه میذارن، حقوقدان، کسایی که به مسائل ادبی آشنایی دارن، زبانشناس، اینا یه پیشنویسی رو مینویسن، در مورد اون صحبت میشه، این پیشنویس رو میبرن پیش گروه های سیاسی مختلف، میگن که این دستورالعملیه که ما فکر میکنیم برای ایران آینده لازمه، آیا شما میتونید در این چارچوب کار بکنی؟ من مثال فوتبال رو میزنم، وقتی که مسابقات فوتبال برقرار میشه قوانین فوتبال نوشته شده، همه با توجه به اون قوانین فوتبال میرن تو زمین فوتبال و بازی میکنن، یکی داور میشه، دو نفر خط نگهدار میشن و دو تیم هم بازی میکنن و دیگه همه چیزاش مشخصه. سیاست هم دقیقا همینه، یعنی وقتی که شما میخوای وارد زمین سیاست بشی، باید قوانین زمین سیاست قبل برای شما روشن باشه و توی اون قوانین زمین سیاست حرکت بکنی. و توی این عصر بود که این چیزو من رفتم. من سعی میکنم که قطع بکنم، شما بیشتر اگر خواستی نظرتون رو بدین و دوباره ادامه میدم. چه جالب که... من همین الان برای آقای شهافر نوشتم که شما بیا این مصاحبه رو نگاه کن و ببین رسم مصاحبه انجام دادن اینه. آقای ترشیزی قبل از برنامه من ازشون سوال کردم آیا میخواین مصاحبه به روش کانون برگزار بشه. دوستان در کانون وقتی یه نفر مهمان یا سخنران میاد اونجا 45 دقیقه، یک ساعت، هر چی که از قبل توافق کرده باشن، ایشون وقت داره صحبت کنه، اسلاید نشون بده، همه چی رو میگه، بعد یه بریک کوتاه میگیرن، بعد از اون حضار اگر سوالی دارن یا نظری دارن مطرح میکنن. آقای ترشیزی با لطف و محبتی که به من دارن گفتن که شما چون به اصطلاح برنامه گذار هستید بگید به چه صورت. من گفتم اگر به این صورت باشه که وقتی شما صحبت میکنید به من هم اجازه بدید بیام صحبت کنم، دیگه دوستان گله نمیکنن که بگن آقا فلان سوال رو شما میخواستی انجام بدی یادت رفت یا این. ما اینجا واقعا مشکل داریم، خیلی ها میگن گذاشتی
مهمونت هر چی میخواد بگه، خیلی ها میگن که شما میپری حرف مهمونت رو قطع میکنی، یعنی همون ماجرای مولا نصرالدین و پنج حالتش. اولا دو تا سوال از شما، یکی این که الان نمیخوام بگید، بعدا به خودم خصوصی بگید، جز اون افرادی که گذشته نگر هستن، خود نگر هستن، آینده نگر هستن و اونایی که چه باید کرد، من رو جز کدوم به اصطلاح ردیف میذارید؟ الان نگید، بعدا به خودم بگید. و دیگر این که شما گفتید که ولی در مورد شما اون مثال شکسپیر رو که زدم صرف میکنه، بازیگری هر کسی دنیا یه صحنه تئاتر و همه ما بازیگرانش، یعنی شکی نکنه همه ما بازیگری. بله قبول دارم. ضمناً درباره به اصطلاح مصاحبه و روش امروز صحبت کردم، شما یکی از اونایی هستید که با وجودی که این مشکلات و این مصیبت ها در زندگیتون پیدا شده، دیدم که از اینها در رابطه با هیترد، در رابطه با نفرت و انتقام استفاده نمی کنید و در عوض در رابطه به کمک به دیگران. خود من یادمه سال 84 وقتی که در آلمان بودم و خبر کشته شدن برادرم رو شنیدم و اون خبرهایی که به من یه سری گفته بودن مجاهده اینا رو کشتن در سنندج، یه سری گفته بودن که نمیدونم کرده ها کشتن اینها، تصمیم گرفتم اونجا که من برگردم برم و هر کسی رو که میتونم در این دو رابطه مجاهدین و کرده ها از بین ببرم. بعد گفتم چرا برم اونجا، هر کسی رو تو آلمان میشناسم به یه وسیله از بین میبرم و انتقام میگیرم. بعد با خودم نشستم صحبت کردم، اگه من این دایره نفرت رو ادامه بدم هیچ وقت وای نمیسته، شما توی دایره که هستی همینجوری دور میزنی، ولی اگه این دایره رو باز کنیم و هممون دیگه هندسه و ریاضی بلدی به صورت یک خط صاف درش بیاریم، اگه من امروز نقطه A هستم بالاخره ممکنه به نقطه B یا B برسم و من هم سعی کردم که این کارو بکنم. و دلیلش اینه که اتفاقا با وجودی که با مجاهدین 100% مخالف بودم، ولی به شهادت آقای فیلابی هر جلسه اینها گفتن من مجانی رفتم براشون فیلم برداری کردم، مجانی تو تظاهراتشون شرکت کردم، مجانی پروموتشون کردم، ولی متاسفانه مجاهدین وقتی که اسمشون از لیست درآمد، حتی دوستان خودشون رو هم که من براتون میفرستم، یا آقایی که این رو می آوردن تمام استخونای بدن شکسته به خاطر شکنجه و اینها و این رو اینجا یه زندان کوچولو درست میکردن، میکردنش تو زندان، از این استفاده میکردن. بعد این به من میگه آقای سوربی شما با آقای فیلابی که همسایته بگو اینقدر از من به عنوان وسیله تبلیغاتی استفاده کردی، حداقل بعدش یه زنگی به من بزن حال من رو بپرس که اون به اصطلاح رابطه بین خودشونه. من به نوبه خودم از شما تشکر میکنم که به جای نفرت و انتقام تصمیم گرفتید که این رو به اصطلاح کمک به دیگران، روشنگری و اطلاعات رسانی استفاده کنید، چون باور دارید در جمعیت‌های انسانی شما سه گروه رو میتونه تشخیص بدید. اکثریت آدم ها خوبن، گروهی بدن، یک گروه هم زشتن، همون فیلم معروف خوب زشت بد. و این خوب بودن هم نسبیه، اکثریت آدم های خوب مسلماً همه کاراشون خوب نیست، بعضی از کاراشون بده، بعضی از کاراشون زشته. اکثریت آدم، اقلیت آدم های بدن اینطوری نیست که همه کاراشون بده، بعضی حرفای خوب میزنن، بعضی کارهای زشت میکنن. یعنی که این آدم ها رو به صورت سیاه و سفید نگاه کردن و اینا به نظر من درست نیست. و اگر ما به انسانیت اعتقاد داریم، من در همین سخنرانی آخرم در مورد داده ها و باورها به این نقطه اشاره میکنم که شما یه سری اطلاعات رو میگیری و این اطلاعات رو در مغز تجزیه و تحلیل میکنی و به صورت یه سری باورها و پندارها برای خودت داری. حالا بعضی وقتا اطلاعاتت اگر نادرست باشه، باورها و پندارات هم نادرسته. در آمریکا شما بودید، یه سریالی بود هفتگی به اسم تریز کمپانی. بله بله. که تم این سریال این بود که یه اونجا میخواستن یه فرهنگ سازی بکنن، یه تابو شکنی بکنن و اینا، دو تا دختر خیلی جوان و خوشگل با یه پسر مثلا خیلی هنسام اینا همخونه میشن.
و اینا رابطهشون فقط همین بوده که اینا همخونن، هیچ رابطه دیگه ای ندارن. منتهای مراتب همیشه یه صحنه یه طوری چیده میشد که یک نفر نصف یا یک مقداری از کانورسیشن رو گوش میکرد و بر اساس اون میرفت بقیهش رو تعمیم میداد و این موضوع باعث جوک و خنده و تمام این سریال بود. متاسفانه در جامعه ایرانی من میبینم که انگار که تریز کامپانی رو در ابعاد وسیع‌تر داریم نگاه میکنیم. اینه که مثلا یک سری میان از یک چیزی رو نصفش رو میگیرن و بر اساس اون میان، خب تجزیه تحلیلش هم درسته. مثلا در مورد مجاهدین که شما اسپوردی، یه مطلب دیگر هم بگم برمیگردم به مجاهدین. یه چیز دیگه که هست، یه شخصی هست به اسم رابین دانبار، این آنتروپولوژیست انگلیسیه و یه عددی رو معرفی کرده به اسم عدد دانبار. عدد دانبار چی هست؟ که جمعیت‌های انسانی با توجه به اندازه نئوکورتکس مغزشون یک ظرفیتی دارن برای ایجاد رابطه و این رابطه رو اومده مثلا تو جمعیت‌های گروه‌های میمون‌ها هم مشاهده کرده، گروه‌های حیوانایی که گروهی زندگی می‌کنن، و برای انسان عدد 150 رو درآورده. یعنی شما آقای سوربی در طی سال شما با بیشتر از 150 نفر نمیتونی ارتباط داشته باشی. یعنی اینکه اگر 150 نفر، این اوریج حالا برای شما ممکنه که تا 400 نفر هم بره، ولی برای بعضی تا 50 نفر هم نره، ولی 150 نفر اوریجه. یعنی اینکه اگر 151 نفر بیاد تو، چی میشه؟ یکی از اون افراد حذف میشه. و اینم اینطوری نیست که شما روزانه بتونی با 150 نفر در ارتباط باشی. حد اکثر در روز بتونه با 5 نفر، در هفته 15 نفر و در ماه 50 نفر، حد اکثر سر 50 نفر ارتباط برقرار بکنه. این هست که محدودیت های انسان ها رو میرسونه که این جواب میده که مثلا چرا شخصی با شخص دیگه در تماس نیست، حالش نمیپرسه اینا. این از لحاظ عملی ممکنه براش وقت نباشه، یعنی یه چند نفر دیگه اضافه شده باشن، این از لیستش هی به عقب رفته باشه. در مورد تریز کامپانی و این موضوع در جامعه ایرانی اینه که مثلا یه مثال مشخص، شورای ملی مقاومت میاد و میگه که ما برای دوران گذار یه برنامه‌ای داریم و برای این دوران هم خانم مریم رجوی رو به عنوان رئیس جمهور مقاومت انتخاب میکنه. این داستانش. حالا یکی میاد میگه که این مجاهدین چه حقی دارن برای مردم ایران رئیس جمهور انتخاب کنن، این مردم ایران هن که برای رئیس جمهور انتخاب بکنن فلان و اینا. خب یعنی شخص بیطرف هم این موضوع رو گوش میکنه، داستان رو نمیدونه، بر اساس اون چیزی که اون میگه میگه راست میگه. این حالا یه فوشای رکیکی هم میدن دیگه که همه ما شنیدیم که اینا چه حقی دارن که چیز. من حتی تعجب میکردم که استاد زبان من در دانشگاه که یک آدم فوق‌العاده معقولیه، وقتی که به این گروه میرسه چه ادبیاتی استفاده میکنه که وقتی من بهش اعتراض میکنم میگه این ادبیات در آمریکا هم استفاده میکنن، که اون یه بحث دیگه. بفرمایید. بله، یکی از دوستان به نام آقای ناظم رفیعی تاری روی فیسبوک نوشتن، چون شما گفتید هوادار مجاهدین هستید، ایشون نوشته که من مشکلی که با مجاهدین دارم اون گرایششون به اسلامه. شما نظرتون در رابطه با این گرایش مجاهدین به اسلام و دین و مذهب چیه؟ ضمناً وقتی که شما یا آقای فیلاوی میگید که ما هوادار هستیم، برای من یه چیزی میاد که خب ایشون به اصطلاح عضو نیست چون لابد یه چیزایی رو قبول نداره، ولی هوادار هست چون یه چیزایی رو قبول داره. چجوری ما میتونیم بفهمیم شما کدوم قسمت از مجاهدین رو قبول دارید کدوم قسمت از مجاهدین رو قبول ندارید؟ اوکی، این سوال خیلی خوبیه. در مورد سوال دوستمون اینو بعد من اینطوری بگم، من خودم از لحاظ دینی و مذهبی ایتیست هستم، یعنی یه مثال ساده هم مثل مثال کامپیوتر میزنم که این کامپیوتر رو مثلا انسان به وجود آورده که باید یه سری کارهایی رو انجام بده. این کارها به چه صورت؟ دو تا چیز داره، سافت‌ور داره و هاردور.
اگر سافر و هاردور کار بکنه کامپیوتر کارش انجام میده، اگر کار نکنه یه جای کار ایراد داره و برمیگرده به کی؟ به خالق این کامپیوتر که انسان باشه و باید این رو درستش بکنه. در مورد خدا هم اون طبق تعریفی که مذاهب برای ما میکنن اینه که خدا ما رو آفریده، یعنی ما هاردوری هستیم که خدا به وجود آورده و بعد پیامبران رو فرستاده که ما رو راهنمایی و ارشاد بکنن و این پیامبران هم همون سافری میشه. حالا اگر ما از بالا نگاه بکنیم و این در کره زمین این همه ظلم و جور و فساد و تباهی و اینا رو ببینیم، اگر این برنامه خدا هست که من متاسفم من به چنین خدایی نمیتونم اعتقاد داشته باشم، و اگر این برنامه خدا نیست یا سافتور ایراد داره یا هاردور ایراد داره که برمیگرده به خدا، و این موضوع باعث میشه که من نتونم اون باور مذهبی رو داشته باشم. البته خب در مورد فیزیک ذرات بنیادی که رشته تحصیلی من هست ما از بیگ بنگ شروع میکنیم، یک انفجار بزرگ، و از اونجا به جلو میایم و اون باعث میشه که خب هنوز یه ندونم که چه جوری بیگ بنگ به وجود اومده. این سوال بزرگ هست که هنوز به نظر من ساینس باید ادامه بده ببینیم میتونیم جوابشو در بیاریم یا در نیاریم، ولی این جوابایی رو که به ما ارائه دادن و این ادیانی که اومده ما رو برای این چیزا راهنمایی بکنه منو نتونسته قانع بکنه. حالا برمیگردیم به اون سوال شما، من در مورد آقای فیلاوی نمیتونم نظر بدم که منظور ایشون از هوادار بودن چی هست و اینا، من در مورد خودم میتونم صحبت بکنم. در مورد خودم من مجاهد خلقو دیدم، یعنی یک مجاهد خلق اینه که تمام زندگی خودشو صرف مجاهدت و مبارزه خودش میکنه و این یک کاری که اینا 24 ساعته دارن انجام میدن. وقتی که انجام میدن یواش یواش وارد تشکیلات میشن، وارد کادر بندی میشن و وارد فعالیت ها میشن. من این چیزو در خودم نمیبینم، این ضعف منه که نمیتونم که یک مجاهد خلق باشم و از همه چیز خودم بگذرم. من بچم سرما میخوره اصلا اعصابم خرد میشه، حالا من چطور میتونم از بچه خودم بگذرم و برم در مورد بچه های ایران مثلا مجاهدت بکنم؟ اگر فلسفه این باشه پس شما باید هوادار آیسیس هم باشید، چون آیسیس و اونایی که انتحاری عمل میکنن نه فقط 24 ساعت زندگیشون رو گذاشتن، حتی تمام زندگی رو حاضرن برای هدفشون بذارن. آیا اونا هم قابل احترام؟ نه ببینید، خب به هر حال یه سری مشخصاتی هست، یه سری چیزهایی هست. من خیلی خوشحال شدم که شما هر موقع که اگر یه جوابی گویا نیست شما منو متوقف کنید که جواب بدم. یه چیزایی هم هست، عمل کرده افرادم خودم خوب نگاه میکنه که مثلا مادر تریسا رو نگاه میکنه که یک زنی هست که رفته مثلا داره به بچه ها چیز میکنه، کمک میکنه و اینا. من نمیام از مادر تریسا ایراد بگیرم که شما چرا مثلا با حجاب کامل داری میری از اینا مواظبت بکنی، اون عمل اجتماعیش رو نگاه میکنه. برگردیم به جواب اون سوال دوستمون که پرسیده بود که اینا مذهبی هستن و اینا. ببینید من مطالعه که کردم توی این قسمت نوت ها من وجود داره که و توی وصیت نامه های برادرام هم هست، یه مقدار رو من از اونا الهام گرفتم. از صدر اسلام تا الان دو برداشت متفاوت از اسلام بوده، یکی برداشت مترقی، یکی برداشت ارتجاعی. برداشت مترقی از اسلام همین چیزیه که شما پرسیدی، عمل کرده مسلمان ها هست. اگر عمل کردشون در جهت کمک به فقرا هست، در جهت ایجاد جامعه بی طبقه توحیدی هست، آرمان نهاییشون، این محترمه. و این فرد مسلمان میگه هر کسی که در این جهت حرکت بکنه من دیگه به اون کار ندارم که اون آیا اسلامو قبول داره یا نداره، از نظر من اون مسلمان محسوب میشه. و این اختلاف اساسی بود که بین روحانیت و خمینی و مرتجعین و مجاهدین بود که از زندانهای زمان شاه هم شروع شد، که همین رفسنجانی و خامنه‌ای و اینا در اون موقع که در نقش مثلا مبارز بازی میکردن و اینا توی زندانها به مجاهدین میگفتن که شما چرا رفتی با کمونیستا هم قضا شدی، اینا نجسن.
و اینا میگفتن که هم قضا شدن با کمونیست برای ما افتخاریه، چون اینا در جهت آزادی مردم دارن تلاش میکنن. و ما مرزبندیمون چرا میگید اینها نقش بازی میکردن؟ اینها که زندگیشون رو گذاشتن. نه اینو من برگردوندم به حرف شکسپیر. حرف شکسپیر به نوعی نقش بازی کردن. امروز شکسپیر خیلی تو برنامه ما هست. اجازه بدید من یه سوالی، چون شما در رابطه با خدا و کامپیوتر و سافت‌ویر گفتید، یک مزاحی هم داشته باشیم با خدا. روز شنبه تعطیل هست، البته امروز ایشون فکر کنم در کنسای کلیمی ها باشه. این ماجرای سافت‌ویر من رو یاد 124,000 پیغمبر میندازه و من همیشه نقد میزنم که این بیل گیت با این مایکروسافت چرا هر هفته برای ما آپدیت میفرسه، ولی میبینم که در این چند سال هنوز به اندازه 1/100 تعداد پیغمبرها هم برای ما به اصطلاح سافت‌ویر آپدیت یا سافت‌ویرای خودش رو آپدیت نکرده. در صورت دوستان یه مقداری گله‌مند شدن، میگن آقای سربی شما گفتید که آقای شهافر از موضوع دور شد، ولی خود شما و آقای ترشیزی هم از موضوع دور شدید. اجازه بدید من نظر خودم رو درباره شما بگم. من فکر میکنم شما یک دلیل علاقتون به مجاهدین به خاطر برادراتون یه چیزی پشت ذهن شما رو مدیون نگه داشته، ولی اگر امروز یه سازمانی با تمام این چیزای مجاهدین امروز شروع بشه ولی اسمش ABC باشه، شما امکان نداره هوادار اون سازمان ABC باشید. و من فکر میکنم باز شما اون سازمان جدید ABC رو یه سازمان عقب موندهی بدونید. در اصل بذارید مجاهدین و هواداریش و اعضایش رو بذاریم یه جای دیگه. البته من قبلا در برنامه گفته بودم اونهایی که میگن ما هواداریم به خاطر اینکه لیست به اصطلاح تروریست ها مجاهدین در اون بودن، اگه کسی میگفت من عضو هستم خب قانونا اقامتش به خطر میافتاد. به همین صورت اینها میگفتن ما هوادار هستیم که بتونن فعالیت کنن. ولی جالب اینه که چرا یه هوادار وقتی ممنوعیتی نیست عضو نمیشه؟ من اگر هوادار به اصطلاح دموکرات ها باشم چرا نرم عضو بشم؟ مگر این خب که بگم من فکر میکنم توضیح دادم بخواه. که کسایی که نمیفهمن معنی مجاهد خلق چی هست، من پیشنهاد میکنم که این فیلم مایکل ویر که نشنال جیوگرافیک درست کرده و اصلا هم به مجاهدین ربطی نداره، اینو برن نگاه بکنن. تو آرشیو نشنال جیوگرافیک هست و اونجا هست که مایکل ویر جواب این سوالو میده. خب این همونه که به آقای جعفرزاده و دیگران میگه اینها دروغ میگن. میگه اینها الان میگن ما سازمان ارتشی نیستیم، ما دنبال خون و خونریزی نیستیم، و همینو میگه دیگه. شما جدیدن نه این گزارش جدیده؟ بله. خب وقتی این گزارشگر میگه دروغ میگن، شما باید از خودتون سوال کنید که بله این دروغ درست میگه، اونا دروغ میگن یا نه این مزخرف میگه. به نظر من این درست میگه، مجاهدین دروغ میگن، و چون مجاهدین دروغ میگن من نه هوادارشونم نه عضوشون. ببینید من یه داستانی رو که تو اون فیلم دیدم در مورد چیز، یکی از همون تو اون قسمت مصاحبه، حالا بحث مجاهدین اگر ادامه پیدا بکنه بحث طولانی هست، از کنگره و اون قانون اساسی و اینا دور میشیم. میخواییم برگردیم به کنگره و قانون اساسی و یک دفعه هم بذاریم برای مجاهدین یا مجاهدین ادامه بریم به طرف کنگره؟ و شما قبل از اینکه برای ما توضیح بدید گفتید که کنگره به این صورت هست که یک کسایی پیشنویس درست میکنه. البته یادتون باشه آقای فخرآور به پیشنهاد آقای سهراب چمنارا اسم این رو عوض کرد و گذاشت پیشنویس قانون اساسی، والا این ایشون این رو به عنوان قانون اساسی میخواست بیاره اونجا، ولی چون آقای چمنارا خودش دیده بود که تا یکی بگه قانون اساسی دیگران بهشون میگن که چرا شما خودت رو به اصطلاح نماینده مردم دونستی، حتی اون آقای دکتر نصر احمدی هم همین مشکل رو داشت. اینها به خاطر مشکلاتی که باهاش روبرو شدن در چند سال گذشته با آقای فخرآور پیشنهاد کردن این بار کلمه پیشنویس رو استفاده کن که از حملات کمتری به اصطلاح
برخوردار بشی. ولی سوال من از شما اینه و اون ماجرای اختراع چرخ و اینها را هم اون روز به خاطر این عنوان کرده که ببینید من اومدم آمریکا که مثل آمریکایی‌ها زندگی کنم. اگه یکی میگه چجوری، میگم آقا اولا دروغ کم میگن، بعد خیلی راحتن. اگه یه چیزی رو میخواد به شما بده میگه بله میتونی داشته باشی، اگه یه چیزی رو نمیخواد به شما بده میگه نه نمیتونی این داشته باشی. به دروغ نمیگه که من این رو لازم دارم، اینجوریه اونجوریه. شما به من بگو که با این کنگره، با این پیشنویس، با این قانون اساسی میخوایم مثل کدوم کشور، چه کشوری این کار کرده و به جای این که بره توی سالن هتل، بره توی سالن دانشگاه، رفته توی کنگره آمریکا. البته خود شما میدونید، منم میدونم، برای مجاهده اومدم اونجا فیلم برداری کردم، رستوران نیبرز هم نهار آورده. وقتی میگیم کنگره آمریکا، بارها گفتم اینجوری نیست که 500 خورده نفر نماینده مجلس اونجا نشسته باشه، 100 نفر سناتور، در هر اتاقی 2-3 نفر نشستن، 5 نفر نشستن. من اون کنفرانس مینز اند ویز اند مینز چی، اصلا من و اون آقای شیرم آمدی میرفتیم اونجا عکس برداری و فیلم برداری، چون برای آرشیو خودشون میخواستن. چرا؟ یا به ما بگید چه کشوری این کار کرده؟ اگه نکرده چرا شما کشورهایی که موفق هستن رو ول کردید و میخوان یه راه سخت رو به اصطلاح برید جلو؟ این رو برای من توضیح بده. شما توی چیز فیسبوک هم با من همین پرسش رو به یه نوعی مطرح کردین که شما اگر بخواییم برای حالا فرزندتون یا پسرتون مثلا یه نفر رو بگیریم، بیبی سیتر بگیریم یا یه پرستاری بگیریم، آیا هر کسی رو استخدام میکنیم؟ و منم به شما گفتم که نه، یه همچین کاری رو نمیکنم. ولی اگر یه شخصی بخواد بره یه تلویزیون بزنه و این میخواد یه برنامه درست کنه، من میگم بیشترین قدرت از آن شما که برین این کارو بکنین و برنامه‌تون رو درست بکنین. اینا یه سری کارها هست که ماها مثلا عوضی گرفتیم، یعنی اینکه باز به همون سریال تریس کمپانی برمیگرده. یه عده دور هم جمع شدن، حتی مثلا اعلامی استقلال آمریکا رو 5 نفر نوشتن، حتما نباید هزاران نفر بنویسن. یه عده دور هم نشستن میگن که ما به عنوان مهندسی معکوس نگاه میکنیم، این قانون اساسی جمهوری اسلامیه که همه دنیا رو به جنگ و چالش کشیده، که وظیفه نیروهای دفاعی ما نه تنها حفاظت از مرز هاست بلکه بردن قانون خدا در تمام دنیا. و یه آیه هم که از قرآن آورده که میگه وحشت و ترور رو در همه جا مثلا شما باید چیز کنید. و این کشورهای خارجی چیزی که نگاه میکنن اینه که ایران داره اعلامیه جنگ میده به تمام دنیا و این اول انقلاب نوشته شده، همون قانون اساسی اولی است، ولی تا وقتی که این کارو انجام نده خب میگن یه چیزی نوشته گذاشته اونجا. ولی بعدن که میبینن یه دفعه سر از عراق و نمیدونم سوریه و یمن و نمیدونم لبنان و اینا در آورده، اینا مثل که حرفشون جدیه، اینا یعنی واقعا این کارو دارن میکنن. یا مثلا گروه حماس مثلا گفته ما اصلا اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم و میخوایم فعالیت سیاسی بکنیم. تو جامعه جهانی میاد بهش میگه که شما نمیتونی این رو بنویسی و توقع داشته باشی ما با شما به صورت مساوی برخورد بکنیم. این اند یوزر یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی بده. بعد حالا یه عده اومدن گفتن که ما یه قانون اساسی نوشتیم که این عده حقوقدان هستن از داخل و از خارج آمریکا و این قانون اساسی رو میخوایم معرفی بکنیم در مقابل قانون اساسی جمهوری اسلامی و اینو هم میخوایم رونمایی بکنیم. یعنی اینکه اینو مطرح بکنیم که بحث قانون اساسی باز بشه، که حتی چند روز پیش من شنیدم که آقای احمدی نژاد هم مثلا در مورد قانون اساسی داشت صحبت میکرد. این بحث قانون اساسی الان هم ما اومدیم اینجا نشستیم سر همینه که من خیلی خوشحالم که این بحث داره باز میشه. حالا چه کسی باید قانون اساسی برای ایران آزاد فردا بنویسه؟ همه مردم باید تلاش بکنن و همه مردم اینو بنویسن و از درون این بهترینش بیاد بیرون. و این قانون اساسی یک نور امیدی به جوانهای مملکت ما میده که اپوزیسیون ایران بیکار نشسته، دارن روی سندی کار میکنن و انشاءالله یه روزی برسه که این سند رو همه بتونن پاشو امضا بکنن.
و اون موقع میبینیم که قوانین بازی سیاست و همه قبول دارن وارد بازی شدن. اون موقع وقتی که در ایران آزاد فردا مجلس مؤسسان هم تشکیل بشه، دیگه اون دعواها آردی بیرون شده و همه اون سند قبول دارن و یه قدم به جلو میریم، تازه قانون اساسی مقدمه شه. حالا از ایران میبینیم که تمامی کساری که با قانون و اینا سر کار دارن قوانین خودشون رو میفرستن و مثلا همین قوانین شریعت و فلان و اینا، میگن این اینطوریه که به ما میگن اینطوری باید قضاوت بکنیم. حالا اون قانون داره اصلاح میکنه، میگه این باشه بهتره. که من چیزه برای ایران آزاد فردا، ما آدمای جدید که نمیشه از کره مریخ بیاریم، همون آدمایی که در ایران الان هستن اینا میتونن کمک بکنن برای ساخت ایران آزاد فردا. یه گروه، یه اقلیت کمی اون بالا نشستن که تو مناظره هم نشون دادن که دارن چه جوری با همدیگه برخورد میکنن و چی کار کردن، یعنی با دزدی و جنایت و ترور و وحشت و اینا میخوان برای مملکتی حکومت بکنن. حالا ما اومدیم میگیم که نه، این راه درستش نیست. راه درستش اینه که از توسط یه قانون اساسی مدر مدون که حقوق همه رو بده، ما میخوایم این کار جلو ببریم. و وقتی هم که در این کنفرانس من دیدم که مثلا یک فرد مسیحی میاد، یک فرد مسیحی از یک گرایش دیگه میاد، یک فرد یهودی میاد، یک فرد بهائی میاد و میگه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ حق و حقوق به ما نمیدن، ما شهروند اینجا هستیم. و حتی همین آقای شعافر که خودشو بیدین میدونه، و من گفتم که ما که اصلا اگر نه آقای ترشیزی، آقای شعافر خودشو بیدین نمیدونه، اتفاقا تمام برنامه‌هاشو با یاد و نام خدا شروع میکنه. چیزی که از میگه اون خدایی که من دارم با این خدا فرق میکنه. ضمن شما از آقای مسیحی صحبت کردید، سعید چیه فامیلیش، اونو میگید که زندان بود در ایران و اینها، نه آبدینی، آقای آبدینی، آقای سعید آبدینی. ببینید، ببخشید اینو میگم، بدونید من خیلی سریع صحبت میکنم. الان بحث ما زد و نقیض شد، بحث ما زد و نقیض شد. شما آخونده رو میکوبید، میگید اینها گفتن ما میخوایم اسلام رو در تمام کشورها ببریم، و اول گفتن این شعار کاری باش نداشتن، همچین که از عراق و لبنان و این برور سردر بردن، دنیا گفتن که این اشکال داره و اومدن جلوشون وایسادن. آقای سعید آبدینی سه بار رفته ایران، آقا کشور اسلامیه، سه بار، دو بارش دستگیر شده آزادش کردن، بار سوم انداختن زندان، میگن آقا اینجا شما نیا تبلیغ کن، برو آفریقا، برو فلانجا، برو اون. آقای سعید آبدینی کسی هست که خانمش اینجا خودشو انداخته بود توی این فاکس نیوز، از این برنامه به اون برنامه، و ما میدونیم افراد فاکس نیوز چه آدمایی هستن از لحاظ سوء استفاده از خانم ها، و خدا میدونه، ما نمیخوایم چیزی بگیم. بعد که آقای آبدینی اومد، زنش و بچه‌هاش رو مورد اذیت و آزار قرار داد، و ایشون توی دادگاه آمریکا و اینها الان مشکل داره، پرونده داره. یه همچین آدمی آمده توی این کنگره. بعد شما گفتید که قانون اساسی رو باید تمرین کنید. خب فیسبوک، تلگرام، بگید هر کسی بیاد یه قانون اساسی بنویسه، و فکر درستی هم هست، مثل این میمونه که ما ممکنه زمین بازی توپ فوتبال نداشته باشیم، ولی از امروز شما بگید که بیاین یه قانونی بنویسیم. منی که توی کوچه خاکی کوچولو بزرگ شدم، میگن زمینه باید مثلا 6 متر در 10 متر باشه، اون یکی که توی یک دهی بزرگ شده که زمین فراوون هست و اینها، میگه زمین باید اینقدر باشه، بعدن ما به نتیجه میرسیم. ولی شما باز جواب من رو ندادی، آیا میخواین تقلید از یک کشور دیگه بکنی، یا این یه کار جدیده؟ اگه تقلید از یه کشور دیگه، شما من سوالتون رو به طور مشخص متوجه نشدم. سوال اینه که چرا قانون رو نوشتن، یا سوال اینه که چرا این قانون رو در کنگره رونمایی کردن؟ هر دوش، اتفاق هر دوش. چرا کسی در مورد نوشتن که اینه که هر کسی میتونه بره بنویسه، کسی نمیتونه بگه. مثلا الان شما تلویزیون خودتون مردم تیوی، مگه من میتونم به شما بگم؟ در ایران بودیم میتونستم، میامدن میگفتن آقا شما چرا تلویزیون رو انداختین، تلویزیون باید دولتی باشه. ولی در آمریکا میگن که آقا ما پاور تو مردم تیوی رو انداختی، الان چند نفر دارن نگاه میکنن، حقتون. این فرست امندمنت، آقای دوستم سعید بهبهانی میهن تیوی رو شما کاملا درست میگید، و آقای شهره عاصمی ایران ما رو راه انداخت. و همین آدمی که مثلا خانم شهره عاصمی مثلا اومده همین چیزو کرده، که این چه حقی داره بنویسه؟
همه این سوال از هم دیگه میتونن بکنن، تو چه حقی داری بری تلویزیون درست کنی؟ بابا این حق همه است که هر کاری که دلشون بخواد بکنن. من این حق رو دارم که قبول بکنم یا قبول نکنم. آقا قبول دارم آقای ترشیزی، شما قبول، من قبول دارم این حرف شما درسته. و خب پس ببینید چیزو ما رد شدیم که چرا قانون رو نگفتن. همینجا اجازه بدید من با آقای شهافر بگم. آقای شهافر ببینید، رسم مصاحبه اینه، من سوال کردم چرا این نوشته، آقای ترشیزی میگه همه میتونن بنویسن، من میگم شما درست میگی و میریم به بحث دوم. خب حالا بس. یک کسی یه چیزی رو نوشت در کنگره آمریکا مطرح شده. ببینید مردم ایران وقتی که صحبت میکنن آمریکا، انگار که تمام این مثلا 350 میلیون نفر آدم یه فکر و یه عقیده و یه نظر دارن، شده اسارش آمریکا. و این آمریکا مثل لایه‌های پیاز میمونه، به تعداد آمریکایی‌ها نظر وجود داره. منتهای مراتب اینا میان چیکار میکنن؟ این نظرات خودشونو بر اساس یک قاعده که در مورد اون برنامه قبلی هم صحبت کردیم، رابرت روزاوردر، اینا به نظم میکشن و به صورت یه پالیسی در میارن و از لحاظ این پالیسی ها سیاست خارجیشون رو تعیین میکنن، سیاست داخلیشون رو تعیین میکنن و اینا. حالا یکی از پالیسی های کنگره آمریکا اینه که ما در جامعه جهانی زندگی میکنیم و از مردم دنیا جدا نیستیم و باید به مردم دنیا کمک بکنیم که اینها هم بتونن به اون حداقلی برسن که ما با اینا بعدن کار داریم. مثلا این چه تفاوتی داره؟ این چه تفاوتی داره با اون که آخوند میگه که من حتی از خدا مأموریت دارم که در جامعه جهانی دخالت کنم؟ این که نمیشه، چون آخونده میگه مشکله، ولی چون آمریکایی میگه درسته. ببین شما، من در آمریکا داریم زندگی میکنیم، داریم همه حرفامون رو میذاریم الان بین من و شما که کسی نیومده که بگه که مثلا چیه فرقش در عمل اجتماعیه. اگر ما این بحث رو در ایران میخواستیم انجام بدیم، یه دفعه در خونه ما میشکست و پاسدارا میآوردن، میآمدن تو و ما رو میبردن اعدام میکردن، یا به شما پاداش میدادن من اعدام میکردن، یا برعکس یا هر دوم رو اعدام میکردن، بستگی داره که از کدومون خوششون میاد. ولی در آمریکا این حق ماست که بیایم چیکار بکنیم، ارتباط مستقیم داشته باشیم. و منم در اول صحبتم اشاره کردم که در این سخنرانی اخیرم توی کانون در مورد داده ها و باورها و در مورد تکنولوژی جدید و در مورد دهکده جهانی، الان دیگه اینطوری نیست که آخون بیاد بگه من در ایران نشستم هر کاری که دلم میخواد میتونم بکنم و حقوق بشر ایرانیان رو نقض بکنم، چون حقوق بشر جهان شموله. شما نمیتونی بیای مثلا یه عده‌ای رو در سال 1367 بذار سینه دیوار بگی که آیا خدا رو قبول داری، من قبول داری یا نه، اگر طرف بگه نه ببری اعدام بکنی. این باید پیگیری بشه و این جامعه جهانی ولکن نیست. خب میرن پیگیری میکنن، و چرا پیگیری میکنن؟ به خاطر که یه عده‌ای میرن اعتراض میکنن. این سوالم الان شما نکردی ولی من خیلی شنیدم که میپرسن که مثلا عربستان سعودی بزرگترین ناقص حقوق بشری، چرا آمریکا نسبت به عربستان سعودی موضع نمیگیره؟ اگر تعداد افراد عربستان سعودی به تعداد ایرانیان در آمریکا بود و اگر این افراد مرتب پاشنه در وزارت امور خارجه یا کنگره آمریکا رو در آورده بودن و اعتراض میکردن، 100% در سیاست خارجی آمریکا تأثیر می‌داشت که به عربستان سعودی اعتراض بکنن. این یه مسئله که در مورد همون شکسپیر که صحبت کردم، هر کسی داره نقش خودش رو بازی میکنه. ما به عنوان اپوزیسیون نقش خودمون رو بازی میکنیم، اون سیاستمدارا نقش خودشون رو بازی میکنن، اون یکی نقش خودش رو بازی میکنه، شما به عنوان رساله نقش خودت رو بازی میکنه، آقای بهبانی میره آقای نمیدونم یه کسی بود میاره، اونم نقش خودش رو داره بازی میکنه. به هر حال ما داریم کارا رو میکنیم، ما ایراد نباید بگیریم که آقای ترشیزی اجازه بدید سر چیزایی که به توافق میرسیم اونها رو کنار بذاریم بریم سوالاتو. من و شما الان قبول کردیم با وجودی که من مخالف بودم که چی یعنی چی هر کسی یه قانون اساسی بنویسه، ولی شما به ما یاد دادید که هر کسی حق داره بنویسه. الان دارید شما راجع به این میگید که سال 1367 توی ایران آوردن گذاشتن جلوی دیوار، اعدام کردن، کشتن، و شما کاملا درست میگید
چندین کتاب در این مورد هست، اسامیشون موجوده و این کار زشت جنایتی بود که انجام شده و این همیشه لکه ننگ روی پرونده اینها هست. آیا شما گزارش جدید ABC رو دیدید که همین آمریکایی که من و شما خودمون رو به کشتن چه میدونم دادیم تا رسیدیم اینجا، نشون میده که آمریکا دموکراسی که اکسپورت صادر کرد به عراق، سربازای عراقی رو پرورش داد و آموزش داد و اینها، نمیدونم اون گزارش رو دیدید یا نه، اگه ندیدید براتون میفرستم. اسمش هست تورچر تیپ، که یک عراقی به عنوان گزارش همراه دو تا سرباز میره که این سربازها قرار بوده به اصطلاح مدال و جایزه بگیرن برای قهرمان بودن، بعد میبینه که این قهرمانان چگونه تجاوز میکنن به حقوق شخصی افراد، چگونه شکنجه میکنن، چگونه افراد حتی سیویل رو شخصی رو میگیرن. ببینید بعد جالبه، اجازه بدید آقای ترشیزی به دوستان من اینو بگم، دوستانی که چند بار در برنامه سوال میکنید من یه سوالتون رو عنوان میکنم، بعد از آقای ترشیزی خواهش میکنم امروز و فردا اگه وقت داشتن روی فیسبوک به شما پاسخ بدن، چون نمیتونیم همه رو داشته باشیم. مخصوصا همین الان آقای جاوید شهافر از استرالیا، خیلی ممنونم که این موقع از خوابشون به اصطلاح وقت خوابشون دارن میزنن و تماشا میکنن. ایشون نوشته که منظور قانون اساسی نبود، منظور برانداختن دولت جمهوری اسلامی بود. آقای ترشیزی، هم من هم شما میدونیم که آمریکا تا بری بگی من میخوام یک کشوری رو براندازم و اینها، اصلا یه سری از اینایی که نماینده هستن با شما صحبت نمی کنن، چون میگن غیر قانونیه، بر اساس قانون اساسی خودمون ما نمیتونیم دولت کشورهای دیگر رو هر وقت خواستیم بیاریم، هر وقت خواستیم ببریم. ناگفته نماند که این کار رو تا کنون توی این 245 سال هر وقت دلشون خواسته انجام دادن. ولی شما درست میگی یا آقای شهافر که الان نوشتن جلسه منظورش براندازی حکومت جمهوری اسلامی بوده؟ من برداشتم از اون جلسه این بود که ما در مورد طرح پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیشنویس قانون اساسی برای ایران آزاد فردا و مقایسهش با قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و این برنامه هم در اون روند بود. حالا اگر ما حاصل این باشه که معنی و مفهومش اینه که اون حکومت با این قانون اساسی که داره باید برانداخته بشه یا فرو پاشیده میشه یا سرنگون خواهد شد، اون یه بحث دیگه است. و منم اعتقاد دارم که اگر وقتی که شما به مردم ایران مخصوصا جوانا امید بدی که تنها انتخابشون بین بد و بدتر نیست، ما خوب هم داریم و اینا میتونن انتخاب خوب داشته باشن. و انتخاب خوب چی هست؟ که یه قانون اساسی مدرن، مدون، جهان شمول، مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم که حق و حقوق تمام مردم ایرانو بده، تمام ملیت‌های ایرانو بده. و این قانون اساسی میتونه ما رو متحد بکنه در زیر یه چتری که هست. و در ایران آزاد فردا من به شما قول میدم که آخوندها هیچ جایی نخواهند رفت. همونطور که مسیحیت در قرون وسطی جنایت میکرد، الان هیچ جای نرفته. رئیس جمهور آمریکا اولین سفرش اینه که بره پاپ اعظم رو ببینه، اینه که در ایران آزاد فردا هم این سیستم آخوندی و اینا هستن. چون یه عده از مردم تا زمانهای زیادی طول میکشه تا چیز کنن و آخونده هم همه کاراشون بد نیست. من اولش هم به شما توضیح دادم که آدم ها سه گروه هستن، خوب، بد، زشت. ولی آدم های خوب کار بد میکنن، آدم های بد هم بعضی وقتا کار خوب میکنن. آدم های آخونده های بد حرف های خوب هم میزنن که یه ده میرن پای منبرشون میشینن و ازش استفاده میکنن و ازش الهام میگیرن برای زندگی خودشون. و این در ایران آزاد فردا جای نخواهد رفت و خواهم بود. یعنی یه عده‌ای فکر میکنن که ما باید یه جامعه داشته باشیم که بلافاصله که رفتیم از درخت‌های خیابان مثلا مصدق یا پهلوی سابق یا آخوند آویزون بکنیم. یه همچین چیزی رو من در چیز خودم نمیبینم. یعنی همون چیزی هم که شما گفتی، در بخشش باید باز باشه و ما به سیستم ایراد داریم، نه به فرد. افراد با
به قول شما میان و میرن و افراد میتونن خوب باشن میتونن بد باشن. من به کشیش آبدینی کار ندارم که ایشون چیکار کرده، آیا به خانواده خودش تعدی کرده یا نکرده اینا، ولی به کشیش ها که میخوام برن یه موعظه‌ای بکنن باید این آزادی رو داشته باشن. بسیار ممنونم. چون شما اسم ایشون چون گفتید یه نفر مسیحی هم آمده بود، من گفتم و الا ما هیچ کاری نداریم به افرادی که اومدن، اگر تک تک با هر کدومشون مصاحبه کنیم سعی میکنیم مصاحبهمون به اصطلاح نرودن بشه توارد همون. اجازه بدید من بفهم که مشخصه، یعنی بله. چیز فلایرش هست، اگه خواستین من میتونم براتون بفرستم، پنلا هست. بله. من تو فیسبوک خودم هم این فقط یه روز بود کردن. آقای ترشیزی این فقط یه روز بود کنفرانس؟ بله. اوکی. خیلی ممنون. ببینید دوستان، تا حالا من امروز یاد گرفتم که هر کسی حق داره قانون اساسی بنویسه. امروز یاد گرفتم که این کنگره برای این بوده، یا برداشت آقای ترشیزی این بوده که میرن اونجا یه چیزی که نوشته شده دربارش صحبت میکنن و همون جوری که 4-5 نفر چهار تا فادر آمریکایی نشستن صحبت کردن، اول اون 4-5 نفر 10 نفر 20 نفر اونجا صحبت میکنن، بعد هر کدوم از اینا میان میرن به شهر و دیار خودشون، وقتی قبول کردن این رو بیشتر تبلیغ میکنن. همین کاری که آقای ترشیزی الان روی فیسبوک شما نگاه کنید، عکس آقای فخرآور رو میبینید، صحبت ها رو میبینید، ایشون میگه برید تو قسمت نوت و اینها نوشته ها هست. و خب این رو بعد چی میشه؟ چون ما هر کاری امروز انجام میدیم، شما بچه تو میفرستی، میدونم شناگر ماهری هست، بهش تبریک میگم، میفرستی شنا، اینقدر اذیت به خوده، به خانه، به بچه میکنی، سر ساعتهایی که باید بخوابه بلندش میکنی میبری اینها، این اشکال، یعنی اشکال نه، این زحمتهایی که امروز میکشید امیدتون فردا اینه که مثلا ایشون اسکالرشیپ بگیره، قهرمان بشه. سندش به دانشگاه رسیده هنوز یا نه؟ نه، ببینید به خاطر همه ناملایماتی که تو زندگی داشتیم، من و خانمم الان تقریبا 35 سال ازدواج کردیم، ولی پسر ما مثلا 15 سالشه، یعنی 20 سال تمام زندگی ما آلاخون والاخون بود. یه چندین سال که در ایران بودیم، می‌خواستیم بیایم امریکا، بعدم که اومدیم امریکا من تحصیلاتمو شروع کردم، ادامه دادم، بعد خانمم شروع کرد، بعد گفتم حالا که وقتش نیست، پول نداریم، بعد سر کار باید بریم، بعد که سر کار رفتیم حالا مورگجمون کم و فلان اینا، یه دفعه نگاه کردیم دیدیم 18 سال طول کشیده ما ازدواج کردیم و بچه نداریم. بعد دیگه گفتیم که نه دیگه، بیشتر از این نمیشه چیز کرد که بچه دار شد. و من بچه رو مثل این میمونم که هر موقع که بیاد عزیزه، یعنی الان برای من بزرگترین لذتی که تو زندگی میبرم اینه که با پسرم وقت میگذرونم. ولی موقعی که اون دوران تب و تاب بود و اینا، ممکن بود که این وقت رو نداشته باشم. در مورد آینده ایشونم من به صحبت که میکنم میگم که از سیاست و سیاسیون اینا هیچ چیزی در نمیاد. شما تنها راه نجات بشریت علم و دانشه، و خوشبختانه ایشون در زمینه علمی خیلی خوبه، یعنی توی برنامه پروگرام مخصوصه و توی گیفتد اند تالنتد. آها، پسر منم اونجا بود. بله، گیفتد و الان هنوز کنوزه داره، مثلا واحدهای دانشگاهی هم حتی داره پاس میکنه در این که سال اول دبیرستانه. در مورد شنا من بهش گفتم که شنا رو شما اگر بخوای به صورت حرفه‌ای انجام بدی، اون شناگری که به صورت حرفه‌ای انجام داده روزی 8 ساعت توی آب بوده، میشه یعنی فلیپ مایکل فلیپ. بله. بله، ما کمپتیشن به این حده. ولی شما شنا رو به چه انجام میدی؟ به این که بری فان داشته باشی، با دوستای خودت چیز داشته باشی و برای هیکلت و برای سلامتی تو اینا خوب هست. و خوشبختانه در آمریکا من فکر میکنم که اگر یه روزی که این کلاب ما باشه، ما در این منطقه که زندگی میکنیم یه دونه سویم کلاب داریم که بچه های محله میان اونجا، پدر مادرها میرن داوطلب میشن و همین مسابقات رو درست میکنن که هر محله چند تا از این سویم کلابا داره و اینا با هم دیگه در رده های مختلف گروه A B C D اینا چیز میکنن. این خیلی جالبه برای ایران آزاد فردا. ما منتظر نشیم که تربیت بدنه بیاد مثلا برای بچه های ما مثلا کار انجام بده. فوتبال هم همینه. یه مدت من خودم کوچ ساکر بودم که بچه ها مربی فوتبال فوتبال و اینا چیز میکردی. و این هست که خب آقای
آقای ترشیزی، من تو جلسات مختلف بودم، مخصوصا این آقای دکتر ماسالی و دوستانشون وقتی کنفرانسی میذارن، در آخر اون کنفرانس یا سمینار حالا یا قطعنامه‌ای صادر میشه یا به اصطلاح حاصل اون کنفرانس رو مینویسن و میگن که چه کار کنیم، حتی انتخاباتی انجام میشه. شما بهم بگید اولا این چند ساعت کافی بود به نظر شما برای بررسی این؟ ببینید، این از اینجا شروع شد که پنل های مختلف بود. در پنل اول نمایندگان ادیان مختلف اومدن صحبت کردن که در ایران آزاد فردا تمام ادیان باید بتونن حرفشون رو بزنن و یه کشیش رسولی بود که ایشون حتی اومد گفتش که من مسیحی هستم ولی دوست دارم که ایران آزاد فردا جدایی کامل دین از سیاست باشه. بنیانگذاران آمریکا هم نگاه بکنید، ببخشید، مثل آمریکا، مثل آمریکا، دقیقا مثل آمریکا. آقا آمریکا جدایی دین از حکومت؟ بله. خب پس یه روز با همدیگه بریم این سوپریم کورت اون بالاش رو نگاه کنیم. ببینه، یه چیزایی هست که شما اون نمادها رو ممکنه به من نشون بدید، ولی من الان در آمریکا میام میگم که من یه ATS هستم، میگم خب به من چه ربطی داره؟ یه نفر بیاد میگه من مسلمان هست، الان ماه رمضان و اینا رفتن یه جا مسجد برای خودشون درست کردن و میگن ما میخوایم نماز بخونم اینا، اونا میگن به ما چه ربطی داره؟ ولی در ایران ما میبینیم که سنی هست، مسلمان هست، در تهران میخواد یه مسجد بسازه، نمیذارم بسازه. ما در اون حد داریم صحبت. پس خیلی خیلی ممنون که ما الان به این نتیجه رسیدیم. الگوی شما و این دوستان حقیقتا کشور آمریکاست. به همین دلیل هم سعی کردید، چون مردم ایران کشور آمریکا رو دوست دارن، در کنگره آمریکا این برگزار بشه که یک اسمی داشته باشه دهان پر کن. ولی فکر نمی‌کنید کلمه آمریکا تا میاد توی ذهن ایرانی‌ها، کودتای 1332 میاد، کلمه آمریکا تا میاد، حتی خود دو تا رئیس جمهور تا حالا گفته این انقلابی که در ایران اتفاق افتاد نتیجه اون پروگرام ایجکس و اون ماجرای CIA و اون آیزنهاور بوده. بس. شما در یک رودخانه دوبار پا نمیذاری، یعنی هم شما عوض میشی هم رودخانه عوض میشه. آمریکا در اون موقعی که من اومدم توی دهه 70 یک جایی بود که هنوز مثلا از دهه 60 عبور کرده بودن، سیاها تازه حق رأی به دست آورده بودن یا حق حیات به دست آورده بودن به عبارتی، و مشکلات خودشو داشته، داره و خواهد داشت. یک جامعه ای که داره متحول میشه، یعنی اینکه الان مثلا شما بیای بگی که آمریکا، مثلا بیای اون فیلمای قدیمی هم نشون بدی که مثلا سیاها تو خیابون راه میرفتن با سگ میافتادن به جونشون، میگن این آمریکاه، همه خب میخندن میگن که آقای ترشیزی عزیزم لازم نیست فیلمای قدیمی رو نشون بدن، همین الان ماجرای شیکاگو، همین الان بغل دستمون بالتیمور. پس چرا شما میگی قدیمی؟ نه، اون من منظورم اون دوره خاص به خصوص بود که در سیاها خب خیلی قانونن باشون برخورد میشد، میدونین چه جوریه. الان یه اتفاقایی که میفته همه میان میگن که اون پلیسی که این کار کرده فراقانونی این کار کرده، یعنی قانون. اجازه بدید با شما مخالفت کنم. همین هفته پیش اون خانمی که اون آقای سیاه پوست رو از پشت بهش شلیک کرده بود تنها به این دلیل که من وحشت داشتم که این برگرده و من رو بکشه، اون رو آزاد کردم، اون خانومه رو، میدونید حتما ماجراشو. من حرف شما رو میپذیرم، من ماجراشو نمیدم. متاسفانه اوایل یه چیزی خیلی جالبی بود که وقتی که ما وارد آمریکا شده بودیم، اگر مثلا از یه آمریکایی میپرسیدیم که شما در مورد ایران اطلاعی داری، طرف میگفت نه، میگفت واو چقدر چیزه اینا. بعد الان که به قدری مشغله کاری اینا داریم، مثلا بعضی جاها هست که مثلا تو اخبار من شنیدم که مثلا یه کشوری رو نام برد به خانم، من میگم کشور کجاست؟ یعنی دیگه در اون حد شده مثل آمریکایی‌ها شدیم که خود من هم نمیدونم جریان چیه. در مورد اخبار روز و این رویدادها و اینا، خب شما کارتون هست و به عنوان رسانه همه رو تعقیب میکنین، دنبال میکنین اینا، ولی من این ماجرایی که شما میگین نشنیدم، ولی حرف شما رو میپذیرم که یه همچین چیزی بوده و این اشکالات هست و به هر حال باید برطرف بشه. ولی الان
یه چیزی که هست دو تا مسئله هست، یکی قانونن جلوی یکی رو بگیری، یکی افراد فراقانونی عمل بکنن. در ایران متاسفانه برگردیم به بحث قانون اساسی، قانون اساسی ایران قانونن جلوی افراد رو میگیره و این مسئله باعث میشه که خیلی ها امیدی نداشته باشن، یعنی به قدری مسئله چیز شده که حتی احمدی نژاد هم انداختن بیرون و اینم چند روز دیگه ممکنه که حصر خانگی بکنن و حتی اون آقای زیبا کلام مثلا یه سری حرفای زده اون ممکنه که زندانی بشه. یعنی هی دایره داره کوچیک و کوچیک و کوچکتر میشه، یعنی اینطوری و اینا همه قانونیه، یعنی رهبر همه تصمیماتو میتونه بگیره و کسی نمیتونه اعتراض بکنه. اینا در آمریکا چیزی که مثلا آدم، من به عنوان یه شهروند آمریکایی الان صحبت میکنم چون سیتیزن آمریکا هستم، وقتی که ما سیتیزن شدیم اولین چیزی که به ما دادن قانون اساسی آمریکا با اعلامیه استقلال آمریکا بود و به اون گفتن که تمام انسان‌ها آزاد آفریده شدن و حق حیات، زندگی و نمیدونم دنبال کردن شادی رو دارن. اگر در اعلامیه استقلال آمریکا نوشته شده بود تمام انسان‌های سفید و صاحب برده و تمام اینا آزاد آفریده شدن، یک موضوع موزل مهم بزرگی بود که سیاها بیان ثابت بکنن که حالا ما چه حق و حقوق میتونیم بگیریم. ولی در جنبش مثلا دهه 60 سیاها فقط یه پلاکارد دستشون بود، I am a man. یعنی چی؟ وقتی که اون مینویسه All men are created equal، این میگه منم همونم، حق و حقوقم بدیم. یعنی قانون خوب بود اجرا نمیشد. حالا مال ما بعضمون خیلی خرابتر از این حرف هاست به قول سخن تاریخی شما، اینه که قانون بد داریم، اون قانون بد هم اندر بد اجرا داره میشه و به اینجا رسیدیم. بسیار ممنون آقای ترشیزی، ما قرار رو با هم یک ساعت باشیم، از بس شما خوب صحبت میکنید اجازه بدید یک ساعت و نیم با هم باشیم و مثل فوتبال بریم روی 90 دقیقه، چون 17 دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده. ممنونم که شما با این توضیحاتی که دادید، باور کن عین اینه که من تو این جلسه با شما بودم، یعنی من با شما گفتم نه این فایده نداره، شما من رو قانع کردید و من همراه شما آمدم رفتم توی یکی از این اتاقهای کپیتال و نشستیم و دو تا کمیته بوده، دو تا بوده، نه وقتی شما میگید چند تا بود، دو تا خودشون نوشتن دو تا بوده. فکر کنم من نه، سه تا سشن بود. بله. سشن اول در مورد آزادی مذاهب بود. نه، این سشن که میشه جلسه های مختلف، ولی کمیته میبینید همزمان توی اتاق دیگه هم برای همین کار کمیته هست. حالا مهم نیست، نه. جلسات مختلف. اجازه بدید سوال من از شما اینه، به نظر شما وقت کافی بود yes یا نه برای باز کردن این موضوع شکافتنش؟ وقت همیشه ناکافیه، یعنی خب اجازه بدید آقای ترشیزی عزیز، اجازه بدید. اگر من و شما و آقای فخرآور تو سال 2017 یه نفر رو از استرالیا میاریم توی جلسه، هم افتخار میکنیم که ما امروز مهمونایی داریم از استرالیا آمدن اینجا، ولی نتونستیم برنامه ریزی کنیم حتی یه وقت، حالا نمیگیم کافی و وافی، یه وقت معقولی بذاریم برای باز کردن این. آقای شهافر از 2 هفته قبل از بینندگانش روی برنامه های مختلف لایف فیسبوک، روی نشریه، روی به اصطلاح ایمیلشون پرسیدن و فکر کردن ایشون نماینده هست و آمدن اونجا، ولی وقت نبوده. حالا من یه توصیه میدم، ببینید تکنولوژی مدرن مسئله رو حل کرده. شما اگر از تلفن‌های هوشمند استفاده بکنین، تو تلفن هوشمند بزنین کنگره ملی ایرانیان، این اپلیکیشن میاد، اون اپلیکیشن رو میتونین دانلود بکنین، تو این اپلیکیشن قانون اساسی پیشنهادی اومده، بعد میتونین اونجا بیاین، بعد میتونین نظراتتون رو بنویسین. یعنی این هدف این کنفرانس این بود که آدم ها با هم دیگه آشنا بشن، که من با آقای شهافر آشنا شدم، یه سخن خیلی مفصلی هم با هم دیگه چند شب پیش داشتیم
و این بود که این ارتباطات برقرار بشه، این بود که دیگران هم ببینن که این فقط امیر فخرآور نیست که شما بذاری گوشه دیوار بخوای ترورش بکنی، پشت این چیز جریان چندین نفر دارن فعالیت میکنن که با همدیگه هم فکر هستن. اینا همه تو اونجا باز شد. ولی وقت همین یکم من دیساپوینتد شدم که شما انتقاد کردن و با گوشه گذاشتن و ترور کردن یکی میدونید؟ نه من اتفاقا اینا نمی مگر اینکه جنرالایز صحبت کرد، یعنی من به شما خیلی احترام میذارم، برای همین هم هست که مجردی که گفتیم بیان برنامه شما من اومدم و هیچ چیزی هم نداشتم. اولم که با هم صحبت کردیم اینه که گفتم برنامه شما هر طوری که بخوایم بچرخونیم، ولی من از این فرصت شاید نباید استفاده بکنم، دارم به در میگم که دیوار بشنوه. گفتم شما اگه جنرالایز کرده باشید مشکلی نیست، چون وقتی تو انگلیسی میگیم یو من فقط میخواستم خودم رو از لیست تروریست بیارم بیرون و به اصطلاح این قسمت رو چیز کنم. خب آقای توشیدی، باز شما قشنگ گفتی که در سال 2017 به دلیل امکانات سوشال نتورک، به دلیل امکانات دیجیتالی میان یه نشستی انجام میدید، ولی چون همه نمیتونن اینجا یه ماه بشینن، دو ماه بشینن، و اگر نشستیم بعدا خدای نکرده اینها میشن مثل این کانگرسمنای آمریکا که قید زن و بچه رو میزنن شبا تو این رستوران ها برای خودشون بلوگری میکنن. بله، دنباله برنامه رو روی اینترنت و اینها. در پایان برنامه انتخاباتی انجام شد، قطعنامه ساده شد، کاری باید انجام بشه. شما خودتون از فردای اون روز چه کار کردید؟ با کسانی صحبت کردید؟ دیگران رو تشویق کردید؟ هدف این کنفرانس این بود که این بحث باز بشه و من این بحث رو روی فیسبوک خودم باز کردم و نوشتم و از دوستانم خواستم که بیان نظر خودشون رو بدن. متاسفانه یه عده‌ای باز مثلا به جایی که به مسیج توجه بکنم مسنجر رو هدف قرار دادن که اینا چه چیزی دارن، من اونا رو یه مقداری رو گذاشتم بمونه که یه چند روزی به خاطر حس چیزی که داریم به قول معروف چی میگن آزادی طلبی، هر کسی هر چه دل تنگش میخواد بیاد بنویسد و اینا، اونا رو نوشتم یه چند وقتی بمونه، بعد پاک کردم اون، یعنی از طریق فیسبوک من ادامه پیدا بکنه، که اگه بینندگان شما میخوایم که هر کسی نظری راجع به قانون اساسی آینده ایران داره بنویسه و اشکالاتی که قانون اساسی فعلی فکر میکنه داره و دست و پاگیره اونا رو هم بیان بکنه، که این یک قدم به جلو باشه، که یعنی ما روی این زمینه کار بکنیم. هدف کنفرانس این بوده، هدف بیشتر آشنایی افراد بوده، پیدا کردن هم فکرها بوده که تو این زمینه بتونیم کار بکنیم، و این هم فراجناهی بوده، یعنی اینکه من نگاه نمیکنم که امیر فخرآور مثلا کجا هست، ایشون هم نگاه نکنه که من به چه گروه فکری تعلق دارم، بتونیم با همدیگه یه کار مشترکی رو انجام بدیم. و منم اینجا حرفی رو که میزنم نظر شخصی خودم رو دارم میگم، من نماینده هیچ حزب و گروه و تشکیلاتی نیستم که بخوام نظر اون حزب و گروه و تشکیلات رو بگم. در جاهایی که من عضو هستم، یکی انجمن فیزیک آمریکاست که حق عضویت سالانه رو میدم، الان بلیطشو فرستادن که بعد مال سال بعدو بدم، یکی هم قانون دوستداران فرهنگ ایران هستم که عضو هستم، حق عضویت سالانه دارم میدم، با چیزای اونا هست. در مورد کنگره ایرانیان هم به عنوان یکی از اعضای سنای کنگره قبول کردم که بشینم کمک بکنم. وقتی میگیم اعضای سنا یعنی چی؟ ببینید هر ارگانیزیشنی برای خودش یه مدلی درست میکنه دیگه، و این مدل رو میارن معرفی میکنن. مثلا پسر من الان در درس گاورمنتشون اینا دیبیت دارن، که یه عده میان با هم دیگه تو های اسکول دیبیت میکنن، به اینا آموزش میدن که دیبیت کردن چی هست. این سنا هم همینطوره، که مثلا اگر 100 نفر سناتور بخوان با هم دیگه جلسه داشته باشن چطوری این جلسات میشه برگزار بشه. مسلم اینه که 100 نفر که نمیتونن که با هم دیگه صحبت کنن، ما الان 90 دقیقه است میخوایم صحبت بکنیم، شما در نظر بگیرید که 100 دقیقه بذاریم، مثلا هر نفر یه دقیقه بخواد صحبت بکنه، این که اصلا عملا پیش نمیشه. اینه که برای اینکه این 100 نفر با هم دیگه هماهنگ بشن یک روز داره
که همون رابرت روزا وردر مثلا یه چیز مقدماتیشه برای سنا و کنگره و اینا، قوانین خیلی پیچیده تری هست، یه عده‌ای به عنوان پارلمنتریان هستن، تقسیم کار میشه و هر کدوم یه گوشهشو میگن، کمیته‌های مختلفی به وجود میاد، ساب کمیته‌های مختلفی به وجود میاد. این تمرینی میشه برای این عده که در ایران آزاد فردا اگر خواستن به عنوان نمایندگان مردم ایران انتخاب بشن چطوری بتونن کار بکنن. این کار درستی است، به قول شما اختراع نکنید، این کار درستی است. من بارها گفتم ای کاش در مدارس ما میذاشتن خودمون مبصر رو انتخاب کنیم. اینجا بچه ها از کلاس اول پرزیدنت خودشون انتخاب میکنن و این باعث میشه که انتخابات به اصطلاح توی پوست و گوشت و خون و استخونشون نفوذ کنه. کلن چند نفر در این کنگره شرکت کردن؟ اعداد و ارقامشون من دقیقا نمیدونم، چون من همه حواسم به پنل ها بود و اینا بود و تو کنگره هم آدم ها میان و میرن، یعنی یه برنامه که شما از صبح داری تا بعد از ظهر هر کسی خب بستگی به وقتی که داره میاد چیز میکنه. و این نکته که برای من خیلی جالب بود، یه سری از جوانهای ایرانی اومده بودن و این جوانها به من یه امیدی میده که از ایران که اومدن دیگه نرفتن دنبال مثل اکثریتشون دنبال این که ما دیگه پوچ نگریم، به ایران کار نداریم، از اون جامعه لعنتی فرار کردیم، میخواییم بیایم اینجا برای خودمون زندگیمون رو بکنیم و دنبال به دست آوردن خودشون باشن. هنوز هم گوشه چشم به ایران دارن. آقای ترشیزی، خب پس تعدادش مشخص نبود، امیدوارم چون جلسه باز بوده اسامی و اینها باشن توی نوشتهایی که آقای فخرآور احتمالا انتشار دادن و میدن. سوال من از شما اینه، تعداد 400 خورده ای رو چیز کردن براشون فرستادن که تشریف بیاریم، بعدم گفتن که هر کسی که میخواد چیز کنه در اون کنفرانس شرکت بکنه ایمیل بده و ما براشون چیز میکنیم، مواردش رو در نظر میگیریم که چه. بله این رسم RSVP میکنید که اونا بدونن چند تا صندلی بذارن، بدونن چیز کنن. یه سوال دیگه، حالا اینو من یه مقدار توضیح بدم در مورد تعداد، چون همه افراد مثلا خیلی رو تعداد نظر دارن که مثلا اگر این کنفرانس 500 نفر باشه مثلا میگن آ کنفرانس بدی بود، چرا 500 نفر اومد 5000 نفر نیومد، 5000 نفر میشه آ 5000 نفر اومدن، چرا 100000 نفر نیومدن، 100000 نفر آ 100000 نفر چرا. یعنی این عدد و ارقام مثلا یه چیزیه که به نظر من معنی پیدا نمیکنه، معنی اون چیزی پیدا میکنه که این کنفرانس چی میخواسته بگه، چه بحثی رو باز بکنه. و اعداد و ارقامش هم ما الان با توجه به شبکه‌های اجتماعی و همین فیسبوک، همین مردم تیوی و غیره، این صدامون رو داریم به همه میرسونیم و همه میتونن مشارکت بکنن. آقای توشیزی، چرا باید یه خانمی از CIA اونجا شرکت کنه و با آقای شهافر بگه که دولت آمریکا در فکر براندازی حکومت جمهوری اسلامی هست؟ ببینید در مورد CIA، من به عنوان یک نفر امریکایی با شما صحبت میکنم، من CIA رو دیگه اون سازمان مخوف نمیدونم که در یک دوره در ایران اومده مثلا کودتا کرده و اینا. CIA یک سازمانیه که امنیت در این مملکت برقرار میکنه و با کمک FBI و کمک دیگر سازمانهای دیگه. اون خانمی که از CIA اومده بود اتفاقا بحثش خیلی جالب بود، ایشون فارسی بلد بود، عربی بلد بود و اومد شروع کرد به این متن قانون اساسی ایران رو خوندن و این متن رو از توی چیز دانلود کرده بود، اینترنت دانلود کرد. فامیلش هم اگه اشتباه نکنم اسپانیشه، نه؟ به نظر میرسه، ولی من اینطور که دیدم، من با ایشون صحبت نکردم، ولی شاید چندین جنریشن در آمریکا بوده، یعنی اینکه نه من میخوام بگم یعنی ریشه و روتش آره اسم فامیلشون چیز میزنه، اسپانیش میزنه، ولی آیا ایشون اسپانیش هستن و اینا اونو من اطلاعی ندارم. خانم کلر لوپز. بله بسیار ممنونم آقای ترشیزی از شما. 5 دقیقه وقت داریم، چون شما مهمون ما هستید من ساکت میشم، شما
درباره هر چیزی که میخواین صحبت کنید صحبت کنید، و من اینجا خیلی بیرو درواسی بگم شما یکی از بهترین مهمونهای برنامه تلویزیون مردم هستید که با وجود مخالفت هایی که من و شما با هم داریم در کمال احترام و آرامش میتونیم با هم صحبت کنیم. به نوبه خودم از شما تشکر میکنم، به امید برنامه های آینده هستیم. شما تا این 5 دقیقه آخر رو هم با بینندگان ما باشید و صحبت کنید. بفرمایید. ببین من یه صفحه کاغذ درست کردم که تو این برنامه چه موضوع مهمه که این موضوع مطرح بشه و بتونیم جامعه ایرانی روی موضوع کار بکنیم. از ابتدایی که بشر خودش شناخت میخواد سر در بیاره که از کجا آمدیم، به کجا میریم، هدف از این آمدن و رفتن چیه، یه بحث فلسفیه. و یه عده‌ای برای سالیان دراز گفتن که تمام این هستی از آب و باد و خاک و آتش است و بقیه چیزهای ترکیبی از این ها، و برای مدت‌ها با این میتونستن به خودشون رو قانع بکنن. بعد جدول تناوبی عناصر و جدول مندلیف اومد که تو شیمی و اینا نمیدونم یادتون هست یا نه. بعد رسیدیم به فیزیک ذرات بنیادی، مدل استاندارد، و بعد رسیدیم به قانون، قانونگرایی، اخلاق. اینا بحثایی که داریم. یه بحثی که هست بحث دموکراسیه، یعنی که دموکراسی بدترین نوع حکومت به جز بقیه که بشر امتحان کرده. یعنی این که یه عده میام مثلا از آمریکا ایراد میگیرن که چون آمریکا مثلا این کارا رو میکنه پس دموکراسی خوب نیست، چون مثلا اروپا این کارا رو میکنه دموکراسی خوب نیست، و در مقابلش میخوان چه ارائه بدن؟ در مقابلش مثلا حکومت های کمونیستی رو ارائه بدن که من توی کانون دوستداران فرهنگ ایران با کسانی که این نوع حکومت ها رو ترویج میکنن بحث های خیلی طولانی داشتم. شما هم یه تعداد از اینا رو میشناسی، سعید صالح نیا، مجید آذری، دکتر پارسا بناب، نمیدونم اینا. و به این نتیجه رسیدم که اینها حرفی رو که میزنن اینه که چه چیزی خوب است، ولی چگونگی رسیدن به اون خوب و هیچ دلیل ندارن، و از این منطق استفاده میکنن که دیگران بدن. یعنی سعید سالنیا همیشه به تمام گروه ها و اینا حمله میکرد و میگفتم تو چرا حمله میکنی به دیگران؟ میگفتم من میخوام ثابت بکنم که همه اینا بدن، بعد مردم یه دفعه بگن چه چیز خوب، بگم من خوبم. گفتم خب تو یه کار دیگه هم میتونی بکنی، میتونی بگی که اینا بدن من خوبم، و فرق بد و خوب چی هست؟ از این روش استفاده بکن که یه آگاهی بدیم. مثلا در امریکا شما میدونه وقتی که موقع انتخابات میشه نظرات کاندیدار توی 2 ستون میارن، میگن این کاندیدا این نظر داره، این نظر داره، یعنی درست در مقابل هم اون که مصرف کننده است، من رای دهنده، بفهمم که آیا من با عقاید این کاندیدا بیشتر موافقم یا با عقاید این کاندیدا، با آگاهی برم رای خودم رو بدم. در جامعه ایرانی ما این کار رو نمیکنیم. حالا ما اومدیم چیکار کنیم؟ بگیم که به جایی که بیایم به دیگران حمله بکنیم، به جایی که بگیم دیگران کارشون خرابه، بگیم ما این کاری درست میخوایم انجام بدیم. حالا بذاریم دیگران بیان به ما حمله بکنن، بگن اینا چه چیزی داشتن. اونا مردم این وسط هستن که در نهایت میفهمن که کی حرف درست داره میزنه، کی حرف اشتباه رو داره میزنه. اگر حرف درست ما داریم میزنیم میرن دنبال قانون اساسی مدرن و مدون، اگر حرف درست اونا میزنن تو سر ما که تو چی کاری هستی که بری در مورد قانون اساسی آینده ایران فکر کنی. این هم نکته آخر که یه عده اومدن گفتن که قانون و حقوقدان باید بنویسه، قانون های مشروطه داشتیم و قانون جمهوری اسلامی داشتیم، حقوقدان ها نوشتن اینقدر کتابه. بحث ما دقیقا همین بود که اون حقوقدان ها نوشتن اینقدر کتاب هست و همش هم به عنوان مصرف کننده نهایی من میخونم اشتباهه. این 6 صفحه هست، ولی خیلی این 6 صفحه بیشتر بار داره تا اون 100 صفحه و 100 بندی که اونا آوردن. بسیار ممنونم. شما با این صحبتی که کردید درباره دکتر سعید صالحی‌نیا من رو یاد ماجرای انتخابات هیلری کلینتون و ترامپ انداختید. یکی از دلایل باخت هیلری کلینتون
این بود که همش میگفت که ترامپ این چیزش بده، این چیزش بده، این چیزش بده، و به قول شما نیومد بگه که من این خوبم و این کار انجام میدم و بازنده شد. سعید سالینی هم یکی از اونهاست، خبری ازش ندارم. شما جدیدن خبری دارید از ایشون؟ فعالیت میکنه نمیکنه؟ من هنوز تو ایمیل لیستش هستم، مرتب فعالیت میکنه. یه موقعی از من ایراد میگرفت که تو چرا حزب کمونیست کارگری رو میگی شاخه شاخه و اینا، و الان خودش از حزب کمونیست کارگری اخراج شده و فرقه چیز میزونه، یه فرقه هستن دیگه، در از حد حزب خارج شدن کمونیست کارگری و در حد یه فرقه هستن عدید سعید سالنیا. یه سری برنامه های مناظره داره که مرتب انجام میشه، آدم های مختلف رو میاره. من یکی دو بار مناظره هاش رو نگاه کردم، جالبه. و ایمیل لیستاش هم هست که دیگه طبق معمول من جزو ایمیل لیستش هستم، میاد. برنامه هنوز داره، منتها اسمی ازش در جامعه مطرح نیست چون حرفی برای گفتن نداره. بله. آقای ترشیزی، این دوستمون آقای ناظم رفیعی تشکر کردن برای آگاهی و شناسایی افراد و مخصوصا دوستانی مثل شما. ازتون خواهش میکنم روی فیسبوک اگه براتون امکان داره وقت دارید به این دوستان تماس بدید، تماس بگیرید. این اگه بخواید میتونید ویدیوی این فیسبوک رو هم روی فیسبوک خودتون شیر کنید و اونجا هم ادامه بدید. در صورت خیلی خوشحال شدم که امروز با ما بودید و امیدوارم در برنامه‌های الان که دیگه مخصوصا شنبه و یه شنبه ها به نظر میرسه مناسب باشه برای شما، بتونیم هفته یه بار، ماهی یک بار اقلا داشته باشیم افرادی رو که اینجوری با آرامش راحت نظر مخالفین رو بشنوند و نظر خودشون رو هم بگن. به نظر من حرفای شما حتی روی مخالف ها اثر میذاره. خیلی ممنونم که با این آرامش صحبت میکنید. ممنون از شما. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. دوستان عزیز، با آقای غلام ترشیزی بودیم. فیسبوک ایشون رو یک بار دیگه هم بهتون نشون میدم، اینجا به اسم گلن ترشیزی، هیچ اشکالی هم نداره. چون هر کدوم از ما که میاد، من حتی دیروز تو برنامه گفتم که ای کاش داداشای من به من گفته بودن من اسمم رو اینجا عوض میکردم و میذاشتم، حالا قدم بلند نیست ولی میذاشتم آبراهام لینکن، که همه اینا بدونن چجوری بنویسن، چجوری اسپل کنن. در صورت نصیحت هم کردم حتی به اونایی که دارن ویزای دائم میگیرن و سیتیزنشپ میگیرن که در باره اسمشون فکر کنن، چون بعضی اسما یه معنیای اینجا بدی میده و ممکنه اصلا دوچار اشکال بشن، حتی بچه هاشون تو مدرسه ممکنه مشکل داشته باشن. در اصل یک بار دیگه از آقای ترشیزی ممنونم، از شما دوستان که ما با هم بودید ممنونم و امیدوارم بتونیم یک سری مصاحبه های اینجوری انجام بدیم. البته آقای ترشیزی باز به صورت جنرال نه به من گفتن که ما فقط نمیگیم به دیگران کارتون خرابه و میان میگیم که کار ما تو این قسمت درسته. من هر وقت گفتم کارمون خرابه، یعنی من با دوستانی که این اشکالا رو داریم و اگر امروز اینجا هستم برای این هست که یه قدم کوتاهی بردارم در درست شدن کارمون. فکر کنم باز اگر از آقای ترشیزی به عنوان قاضی بخوام سوال کنم یا به عنوان کسی که چندین سال من رو میشناسه، ایشون هم گواهی بده که همونجوری که خودشون گفتن هم من عوض شدم هم رودخانه عوض شده. من دیگه اون آدم پرخاشگر 15-16 سال پیش نیستم و نخواهم بود و انسان همین هست، هر روز امیدواریم بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز باشه. روز روزگار و شما دوستان خوب و خوش. ادامه بدید روی فیسبوک با هم به صورت محترمانه، و همیشه گفتم شما میتونید مخالف هم باشید ولی دشمن هم نباشید. به یه دوستی دیروز گفتم آقا شما که اینجوری پرخاش میکنی به آقای دکتر افشارها، اگر خونه داداشت مهمون باشی و آقای افشارها هم اونجا مهمون باشه، آقای افشارها معلم داداشت باشه، ایشون صحبت کنه، آیا اونجا وای میسی فوش میدی جلو زن داداشت، جلو پسر داداشت با آقای افشارها فوش میدی؟ چرا تو فیسبوک که میایم به خودمون اجازه میدیم فوش بدیم به هم دیگه؟ افرادی مثل غلام ترشیزی ممکنه معلمای خوبی باشن برای این جامعه کذایی، نه مجازی، چون بعضی وقتا تا میگیم سایبر اسپیس همه میگن کذایی دروغی، نه این مجازیه، یعنی هستش ولی اونایی که خدا باور هستن مثل خداست ولی شما نمیبینیش، نمیتونی دست بذاری بهش.
از اینکه شنبه خودتون رو با ما بودید ممنون و متشکرم. دوشنبه در آمریکا روز گرامی داشت، از اونهایی هست که در راه آمریکا جان گذاشتن، معلول شدن، و شما هم اگر توی شهری هستید، جایی هستید که میتونید سر بزنید، نگاه کنید، دنبال خرید دوشک و ماشین و اینها نرید، چون تبلیغات اینها اومدن اون روز رو به اصطلاح یه جوری سرپوش گذاشتن روش، اصلا ملت نمیفهمن مموریال دی چی. از طرفی رفتن کنار دریا و اینها، این هفته استخرها باز میشه. دوستان خیلی مواظب خودتون، بچه‌ها باشید. این ماجرای آب، ماجرای دریا، ماجرای اون اندرتو، موجایی که میاد و شن زیر پای شما رو خالی میکنه، و چجوری یاد بگیرید اگه یه همچین اتفاقی افتاد به طرف ساحل بیاین، نه اینکه برخلاف موج شنا کنید، بذارید موج شما رو ببره مثلا یه مایل پایین‌تر، وقتی رسیدید پیاده را بیاین بالاتر. امیدوارم یه دوستی که شناگر شد از پسر آقای غلام ترشیزی دعوت کنیم بیاد یه مقداری درباره شنا یاد ماها بده، تا بلکه امیدوار باشیم جان یه نفر به اصطلاح اینجوری سیو بشه یا حفاظت بشه. بازم ممنون و متشکرم. آقای ترشیزی هم صبورانه وایسادن با لبخندشون، از ایشون هم ممنونم. آقای ترشیزی ممنون و متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز خوبی داشته باشید. به امید دیدارتون. خب دوستان عزیز، برنامه رو همینجا به پایان میبریم و آقای مهران صدری همیشه میگه، البته ایشون هم از یه نفر دیگه یاد گرفته بود، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. چون من به خاطر برنامه زنده، برنامه کانون آوا رو قطع کردم، ضمن پوزش از این دوستان برمیگردیم برنامه کانون آوا رو که آقای محمد رزاقی و آقای موثقی دیروز بودن و یک فیلم کوتاهی هم از آقای ادوارد، درست میگم؟ بله، ادوارد ترامادو، اینها رو میبینیم، و برنامه آقای ارشاد، برنامه آقای شبستری، برنامه آقای شهافر رو هم تا دوشنبه سه شنبه میذارم باشه تا شما ببینید و مقایسه کنید مصاحبه من با آقای غلام ترشیزی و مصاحبه من با آقای شهافر. من که منم، یه نفرم، ولی ببینید اونها هستن که مصاحبه رو خوب میکنن یا مصاحبه رو بد میکنن. مرسی مرسی مرسی.